در جهان نیست که برداشت آن از تقدس خداوند نظیر آنچه باشد که مسیحیت میگوید. ولی به هر حال در همین ادیان نیز تصویری تقریبا همسو با برداشت مسیحیت از تقدس خداوند موجود است، اما نه منطبق بر آن. تقدس خداوند در یهودیت در شکل‌های مختلفی در عهد عتیق بیان شده است و این تصور از تقدس خداوند، یعنی همان تصور و مفهومی است که مسیحیت از خداوند در عهد عتیق گرفته است. در عهد جدید در مورد ماهیت تقدس خداوند اشارات فراوانی داریم و این اشارات از نظر یهودیت و کتاب عهد عتیق مسائل مبهمی نیستند، زیرا بعضی اشارات بسیار آشکار از قدوسیت و کبریایی خداوند در عهد عتیق آمده است. در کتاب مقدس تقدس خداوند از دو دیدگاه مختلف بیان شده است. معمولی ترین مفهومی که در فرهنگ ما مسیحیان از تقدس خداوند به دست آمده، احترام به منزه بودن، تقوای اخلاقی و حقانیت خداوند است. یقیناً در کتاب مقدس از کلمه تقدس برای تشریح حقانیت و معنویت و منزه بودن استفاده شده است. ولی تمام این خصوصیات معانی فرعی تقدس هستند، نه خود آن. معنی اولیه تقدس برمی گردد به تجسم خداوند، به صورت از همه جدا، دیگرگونه. برتری یعنی تجسمی در حد اعلای کبریایی، برتر از هر وجود و هر هستی دیگر. برتری خداوند و این امتیاز شکل و صفت غالب او در عهد عتیق می باشد و این اولویت قسمتی از عقاید کهن یهودیت و اسلام را تشکیل می دهد، چون اکثر مباحث دیانت اسلام برگرفته شده از عهد عتیق و دیانت یهود می باشد. اسلام محمد را از نسل اسماعیل می داند. در اسلام وفاداری به اجداد نوعی تقدس است. تفاوت اساسی بین مسیحیت و سایر ادیان در رابطه با مبحث تقدس خداوند در پذیرش کفاره خلاصه می شود. تصور یهود در عهد عتیق از کفاره انجام مراسم قربانی بوده است که خود نوعی پرستش خداوند تلقی می گردید. ولی دیدگاه مسیحیت در مورد مسئله کفاره این چنین نیست، بلکه باور مسیحیت در مورد کفاره یعنی یکی برای همه، یا به عبارتی نجات دهندهی که برای یک بار قربانی شد و بار گناهان بشریت را به دوش کشید و به خاطر گناهان انسان مرد. و این طرز تلقی از کفاره در هیچ یک از ادیان جهان دیده نمی شود. چگونه پیروان این ادیان می توانند احساس امنیت کنند بدون اینکه قائل به وجود یک میانجی یا نجات دهنده و واسطه ای بین انسان گناهکار و خداوند مقدس باشند؟ اینطور به نظر می رسد که این امنیت خاطر ناشی از این است که یا گناهکار بودن خود را نمی پذیرند یا تقدس خداوند را.